ما الان خوزستان رو در بند میبینیم، خوزستان رو در آتش میبینیم، خوزستان یک پارچه داره معترض میشه. الان مثلا ما بپرسیم که وظیفه من چیه، وظیفه شما چیه، وظیفه یک رفتگر چی هست در قبال خوزستان، وظیفه یک افسر نیروی انتظامی چیه، وظیفه یک سردار سپاه چیه. من میگم برترین شخصیتی که میتونه نقش آفرینی بکنه شخص رهبره. من اطمینان دارم. ببینید حضرت علی معروفه که میگفت لباسی رو من میپوشم که شما هیچ حسرتی برای اون لباس ندارید، غذایی میخورم که شما هیچ حسرتی برای اون غذا ندارید. آقای خامنه‌ای اگر خودش رو رهبر مسلمین جهان میدانه و اندوه داره برای رنج مسلمین، به نظر من با زن و بچهش بره خوزستان، در کنار مردم خوزستان آغوش به روی مردم خوزستان باز بکنه، بگه آی خوزستان تشنه، اگر شما تشنه اید من و زن و بچه هم تشنه، اگر شما رنج میبرید من و زن و بچه هم در کنار شما هستیم. و اگر این کارو نمیکنه جفا میکنه به نظر من. یعنی شأن رهبری ایشون ایجاب میکنه که در کنار مردم و در کنار اندوه مردم قرار بگیره. آیا تو این 42 سال قرار گرفتن؟ نه، اگر نگرفتن از شأن بلندی که برای خودشون ترسیم کردن فرو ریختن. من میخوام واقعا میگم به یه بسیجی بگم، به یه سپاهی بگم، به یک سردار سپاه بگم، بگم که آی بسیجی که شما آقای خامنه ای رو شخصیت زمینی نمیدانید و فکر میکنید که او ارتباط مستقیمی با آسمان داره، الان سهم ایشون در رنج مردم خوزستان چیه؟ چه جایگاهی داره؟ این که حالا یه مسئولی بره اونجا و یه جوب آبی باز کنه برای مردم آیا کافیه؟ ولی نه، یک رهبر، کسی که مستقیما خودشو بی واسطه در نسبت با مردم و رنج مردم میبینه، دست زن و بچهش رو میگیره، میاد میگه که آی مردم خوزستان، آی مردم سر پل زاب که زلزله نابودتون کرد، این من خامنه ای و اینم زن و بچه من، هر غذایی که شما میخورید من میخورم، هر بارانی که شما میخورید من میخورم، هر خشکسالی که در سرزمین شماست بر من و زن و بچه من بباره. من در نداری شما، در اندوه شما سهیمم. چرا؟ چون من اسمم رو گذاشتم رهبر مسلمین جهان. حالا من جهانو کاری ندارم، دم دستم در خوزستان مردم دارن لهله میزنن، چرا زن و بچه من لهله نزنن؟ بدا به روزی که بزرگ یک قوم از رنج مردمان فروده است مثلا خودش رو برکنار بدونه. من پیشنهاد میکنم آقای خامنه‌ای اگر میخوان ثابت بکنن که رهبر مسلمین جهان هستن، حالا اون بخش جهانیش رو میذاریم کنار، رهبر مسلمین ایران، آقا دست زن و بچهش رو بگیره برنش بره خوزستان، بره در کنار افرادی که خانه زندگیشون بر اثر زلزله، بر اثر سیل ویران شده. اطمینان داشته باشید نگاه مسئولین همه متمرکز میشید اون نقطه، امکانات فرو میریزه اونجا و بعد اونجا آباد میشه. و من تعجب میکنم، ببینید آقای خامنه‌ای الان ممنوع الخروجه، نمیتونه از کشور خارج بشه، اما فرض کنیم که ممنوع الخروجه ایشون برداشته شده، دانشجویان اروپا ایشون رو دعوت میکنن که بره اونجا سخنرانی کنه، ایشون با آغوش باز میره اونجا سخنرانی هم میکنه. چرا؟ چون اونجا تریبون‌های گسترده‌ای هست برای ایشون. ولی چرا وقتی مردم خوزستان ایشون رو دعوت میکنن که بیا خوشحالی ما رو از نزدیک ببین، ایشون چرا نمیره؟ اینجا که دیگه ممنوع خروجی در کار نیست. پس آی بسیجی، آی سردار سپاه، آی فرمانده نیروی انتظامی، اگر میخوای خامنه‌ای رو اونجوری که هست ارزیابی بکنی، باید او رو در کنار مردم ارزیابی بکنی، نه بر سر مردم. من انتظارم از یه بسیجی این هستش که از آقای خامنه‌ای به عنوان یک فرمانده واخواهی بکنه. ببینید برادران سپاه با موشک نقطه زن میزنه یک هواپیمای مسافربری فرو میریزه، بعد فرمانده کل قوا عاری از هر گونه اتهام، فرمانده سپاه عاری از هر گونه اتهام، پسر من که میره شم روشن میکنه برای کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی به 3.5 سال زندان محکوم میشه. این نشون میده که اینها با عقل جور در نمیاد. آقای خامنه‌ای باید میامد میگفتش که آقای مردم ایران و جهان، علت این که تا به حال هم به جهان پاسخ ندادن اینه، آقای مردم ایران و جهان، من خامنه‌ای فرمانده کل قوا هستم، من مقصرم،
یا میتونید ببخشید یا منو محاکمه بکنید. ببینید علی زمان اینجوری رفتار میکنه، نه اینکه هی بگه آقا من آمریکا فلان است، دشمن. نه، میومد میگفت این فرمانده سپاه که موشک رو دستور داده شلیک کنن، ماها در درجه اول و اولویت اول مقصریم. پس از یک بسیجی انتظار داریم مطالبه گر باشه، از یک سردار سپاه، از یک سپاهی انتظار داریم به جای اطاعت محض مطالبه گر باشه. اگر مطالعه گر نباشیم در جنایت های رخ داده سهیمیم. این قانون هستی است. مگر میشه مثلا فرض کنید یک جنایتی، یک نابسامانی در جامعه باشه، من در نسبت او خودم رو مبرا بدانم؟ من اگر سکوت بکنم در قبال اون جنایت سهیمم. پس بسیجی عزیز، سپاهی عزیز، اطلاعاتی عزیز، شما هرگاه توانستی از رهبر مطالبه گری بکنی یک انسانی، وگرنه یک مأمور حقوق بگیر هستی که به خاطر دانشگاه سهمیه فلانجا رفتی شدی بسیجی و داری از اون بهره مند میشی. دیگه اسمت رو انسان نگذار. آقا الان مردم خوزستان در وحشتن، برای اینکه تخ 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 دارن به اصطلاح شلیک میشه و میکشنشون. چرا؟ چون برای اینکه میگن من تشنه ام، زمین من تشنه است، مال من تشنه است. این هر وقت تو بسیجی واقعی بودی باید در کنار مردم خوزستان قرار بگیری، نه در کنار رهبر، و از زبان مردم خوزستان از رهبر مطالبه گری بکنی. این بسیجی آفرین داره، این سردار سپاه آفرین داره. همین.